لبيك يا الله لبيك يا وهاب لبيك يا تواب لبيك يا رزاق لبيك يا فتاح لبيك يا بسم الله النور بسم الله نور على نور بسم الله الذي هو مدبر الامور. بیا به استقبال فصل خوب دعا برویم، با دسته های گل نیایش، با جعبه های پر از شیرینی مناجات، با دو رکعت عشق، با دو سوره پاکی، با دو قطره اشک ناب. اگر دوری راه خست کرده آماده باش، باید به وادی رحمت حضرت حق کوچ کرد. باید امروز تو روز عرفه در این وادی خیمه زد. باید از برهوت گناه گذشت و تو آسمان مناجات تو روز عرفه پرواز کرد با نجوای دل. سلامی تو بوی خوش آشنایی به همه بندگان خوب خدا، کسایی که تو روز عرفه سجاده های دلشون در محضر خدا پهنه، که هیچگاه از ذکر و یاد خدا غافل نمیشن، به ضیافت نجوای دل در افق طاعت و بندگی خیلی خوش آمدید. افتخار داریم از گروه فرهنگ و معارف اسلامی شبکه پایتخت میهمان دلهای نورانی شما باشیم در روز عرفه. نماز و نیازهاتون قبول باشه. خیلی خوش آمدید. اجازه میخوام که دعوت کنم که با بحث ما همراه باشید تا انشالله به موقع ارتباطمون برقرار بشه با حرم مطهر حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام و پخش زنده دعای عرفه رو تقدیم حضورتون کنیم. اجازه میخوام که عرض سلام و ادای احترام داشته باشم محضر حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر روحی، استاد محترم دانشگاه، که در استدیوی نجوای دل حضور دارن. حاج آقا سلام، درود بر شما، خیلی خوش آمدید. و علیکم السلام خدمت شما و تمامی بینندگان عزیز. این روز بر شما مبارک باشه. روز تبریک عرض میکنم و التماس دعا دارم. بحث اون آغاز کنیم. ما دیشب که افتخار داشتیم نجوای دل رو تقدیم بینندگان محترم کردیم با حضور ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای پناهیان، از مقدمات این دعا برامون صحبت کردن، از مزامین اخلاقی این دعای سراسر نور برامون صحبت کرد. میخوام دست دل این مردم رو بگیرید در هر کجای عالم که بیننده برنامه نجوای دل هستن و خدا رو از درون دارن نجوا میکنن، به وادی عرفات ببرید و از اعمال و آداب امروز و انشالله درک هرچه بیشتر این روز برامون صحبت بفهمید. خواهش میکنم. در طول سال امروز در دعا، یعنی در روایات ما، معروف به روز دعا هستش. تقریبا یعنی تحقیقاً 100% تو طول سال ما نگاه میکنیم هیچ روزی به اندازه روز عرفه دعا از سوی معصومین علیهم السلام، مناجات و نیایش ثبت نشده. در این روز بیشترین دعاها را معصومین علیهم السلام داشته. از پیغمبر اکرم دعای عرفه مخصوصی داره صلوات الله علیه و ائمه دیگه هم علیهم السلام، کوتاه بلند، از امام صادق، از بعضی از ائمه تا حتی یکی دو تا مناجات بیش از یکی ثبت شده وجود داره. و تا میرسیم به دعای عرفه امام حسین علیه السلام که یکی از مفصل ترین
دعاهای امروز هستش. تا حتی در روایت داریم کسی امروز گدایی میکرد مثلا آقای امام سجاد علیه السلام، آقای امام سجاد علیه السلام فرمودن این کارو نکنید، امروز به درگاه خدا گدایی کنید، که حتی برای کودکان در رحم مادر نیز امروز امید رحمت میرود. برای اینکه یعنی اگه شقی باشند سرنوشتشون بعدها اینجور بوده که به اختیار خودشون آدم بدی بشن، امید اون میره که این روز دعا کنن خدا اونو برگردونه. و در این روز در مورد روزش، اینقدر روزه خب یه عبادت خیلی، برخی از آدابش رو بفرمایید. بله خیلی ها امروز روزه هستن، روزه هستن، ولی همه فقها فتوا دادن اگه دعا خوندن روزه گرفتن باعث بشه آدم دچار ضعف بشه و دعا خوب نتونه بخونه، بهتر اون روزه رو امروز بذاره کنار، فقط دعا کنه مناجات. خیلی سر آدابی رو باید رعایت بکنه دیگه از غسل. امروز روز مناجات، آره، غسلش طلب استغفار. من مهمترینش عرض میکنم، خواهش میکنم بفهم. از همه سرتر زیارت ابا عبدالله علیه السلامه که اون بقیه کنار این تقریبا هیچ حساب میشه. در روایت داریم خداوند در روز عرفه اول برای زائران ابا عبدالله علیه السلام، بعد برای اهل عرفه تجلی میکنه. اول نگاهش به زائران کوی حسین علیه السلام، نگاه یعنی عنایاتش، عنایات خاصشو. خوشا به حال کسایی که الان کربلا هستن. حالا نمیتونیم بعد منزل نبود در سفر روحانی، از همینجا السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته، تا همین دو جمله خودش زیارت محسوب میشه. انشالله خدا از همه قبول. اگه بتونیم این زیارت دو کلمه را، یا زیارت های مثل زیارت امین الله، زیارت عاشورا غیره را از دور بخونیم که اون دعاها را مفصل تا آخرش نتونستیم بخونیم. و یک مطلب دیگه عرض کنم، سیدم طاووس آورده تو اقبال الاعمال، بعد از اینکه دعاها را خوندیم، حالا خیلی خودمون مثلا خیال کردیم که به یک اوج عرفان اینا رسیدیم، نه، همه رو عرضه کنیم خدمت امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف، داره که عرضه کنیم به خدمت کسی که ضیف و مهمان او هستیم. ایشون این رویه رو در تمامی اعمال دارن که ما قابل این نیستیم حالا خیلی هم خوب عمل انجام داده باشیم که چی، مثلا ما کی هستیم در برابر خدا، به خاطر این چیکار کنیم؟ اون کسی که مقرب ترین شخص روی کره زمینه، بگیم خدایا ما به ایشون میدیم، روشو نداریم بهت بدیم، ایشون به شما بده. اینو ایشون رویهشه، اینو این رویه رو سیدم طاووس میگه تا حتی موقعی که عصر میشه این کارو بکن برای اعمال روز، جمعه که میشه آخرش برای کل هفته این کارو بکنید، ماه که میشه آخر ماه این کارو بکنید، ماه رمضان مثلا هست آخرش میگه آخر عملت این باشه، بعدش برای روزهای حساس مثل روز عرفه و غیره میگه بیاید این کارو بکنید، که در واقع امتداد شب قدر هست دیگه آقای دکتر. بله، نه این اصلا کل بخوایم صحبت کنیم طولانی میشه، حالا وارد فرازهای بله عرفانی این دعا بشیم که بینندگان هم ان شاء الله خودشون آماده بکنن. بله، این دعا تقریبا قرائت دعای عرفه تقریبا استاد ما مرحوم آیت الله پهلوانی، سعادت پرور پهلوانی تهرانی، از شاگردان علامه طباطبایی، شاگرد عرفانی ایشون بود، 30 سال پیش ایشون مطالب عرفانی علامه طباطبایی را ایشون بیشتر از دیگر شاگردانش، ما هم خدمت ایشون بودیم تمامی کتابهاش و غیره الحمدلله. ایشون فهمیدن علامه طباطبایی، یعنی ایشون فهمیدن امام حسین علیه السلام، حالا تعبیر تهرانیه، میگفت که زده به سیم آخر تو این دعا، یعنی ناب عرفان رو، اون عرفان ناب را ریخته تو اینجا. در این دعا میتونی بگی این دعا فقط دعای اخلاق نیست، خیلی بالاتر از اخلاقه. اخلاق برای این هستش ما فضائل کسب کنیم، سخاوتمند باشیم، حسود نباشیم، چی، ولی تو عرفان میگیم بیاید اینا رو بذاریم کنار، اصلا من کی هستم، بیاید خودمون رو کلا فانی کنیم در خدا و خودمون رو هیچ نبینیم، یعنی از خاک میکنیم و به افلاک میکنیم. اصلا معامله مستقیم با خدا هستش. این دعا به این صورته،
آیه دکتر میشه از شما خواهش کنم حالا بینندگان هم بیننده حالا من ببخشید کدوم قسمتش من نمیتونم از فرازی که آغاز میشه بله. بیان اوصاف الهی در شروع دعا هست از بله. بینندگان تقاضا کنیم که یه سوال آیه دکتر روحی مطرح بله. کنن با سامانه پیامکی ما در ارتباط باشن 10523 که انشالله ثوابی هم برسه به روی همه کسانی که سالهای گذشته در جمع ما بودند و امسال در روز عرفه جاشون خالی هست. یه سوال مطرح میکنید که بینندگان پاسخ بدن. همین حال از کنم. جنس دل باشه دیگه، نجوا نجوای دل است و سوال شما هم انشالله از جنس دل باشه. حالا اجازه بدید من حالا حضور ذهن ندارم بس که بخش رو ببینیم بخش بعدی طرز میکنم در خدمت شما هستیم و از زلال کلام مقام معظم رهبری بهره بگیریم. هنگامی که حجاج در عرفات وقوف میکنند و حاجات خود را با گریه و زاری درخواست مینمایند، خداوند نزد فرشتگان به این مردم افتخار کرده و خطاب به آنان میگوید: آیا نمیبینید که بندگان من از راه‌های دور و قبارآلود به سوی من آمدند و مالشان را در راه من خرج و بدنها را نیز خسته کردند؟ به عزت و جلالم سوگند گناهکارانشان را به نیکوکارانشان میبخشم و آنها را از گناه پاک میکنم مانند روزی که از مادر متولد شدند. روز نهم ذی‌الحجه حجاج در سرزمین عرفات وقوف میکنند. این روز که به روز عرفه نیز مشهور است، حجاج تا غروب خورشید مهیای ورود به مشعر الحرام میشود. عرفات سرزمین عشق است و شور، نور است و سرور، توبه است و تقوا، ارتباط است و اتصال، درد است و درمان، خدای است و خدا و رحمت اوست که در انتظار رهپویان رسول الله است. عرفات عاشق دلسوخته می خواهد، عرفات سالک بیدار دل می طلبد، عرفات عارف فرزانه می جوید، عرفات عابد مشتاق می خواهد. پس سزاوار است که عاشقانه و عارفانه به این سرزمین مقدس قدم نه. به ما انشأتنی فأحسنت صورتی، رب به ما احسنت الی و فی نفسی آفیتنی. و بدان که از عظیمترین گناهان آن است که کسی در عرفات حاضر شود و گمان کند که خدای تعالی او را نیامرزیده است. فهدیتنی رب بما اولیتنی و من کل خیر اتیتنی، رب بما اطعمتنی و سقیتنی، رب بما اغنیتنی و اغنیتنی. عرفات سرزمین بسیار مقدسی است که خداوند کریم آنجا را برای ضیافت و پذیرایی از میهمانان خود مقرر فرموده است و سفره خاص انعام و اکرامش را در دامن کوه رحمت گسترانیده و از میهمانانش دعوت کرده است که در ساعت معین بر گرد خوان نعمت بیدریغش بنشینند و از بحر مواج کرم و رحمت بیکرانش بهره‌مند شوند. ان
انشاءالله که دعاهاتون مستجاب باشه تو این روز عزیز، دلتون به نور لطف خدا منور باشه، لطف روزگار برای تک تک شما مقرر باشه، مشام جانتون هم تو این روز عزیز به نجوای دل، نجوای دعای عرفه معطر باشه. ما همچنان در محضر شما هستیم و این مستندی که تقدیم شما کردیم قبل از اون هم از زلال کلام مقام معظم رهبری مدظل له العالی بهره گرفتیم. انشاءالله که از این روز بتونیم دست پر بیرون بیایم و اینطور بگیم که ما انشاءالله این روزی که به هر حال شاید برای عمر ما دیگه تکراری نداشته باشه و قدر این ثانیه ها رو آقای دکتر بدونیم، ضمن اینکه انشاءالله ما آماده هستیم که به محض اینکه ارتباطمون با حرم مطهر حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام برگزار بشه و برقرار بشه، دلهای شما رو میهمان بکنیم و پخش زنده دعای عرفه رو تقدیم حضورتون بکنیم. انشاءالله از خدا بخوایم، خدایا با دست تهی آمدم، عیبی نیست، عیب است که با دست تهی برگردم. انشاءالله که همه ما دست پر از این دعای عرفه و این روز به سمت و سوی منزلمون حرکت بکنیم. آقای که خدمت شما هستیم و سوالی که مطرح کنید بریم سوال. سوال ساده ای به نظرم همه بیننده‌ها بتونن جواب بدن. نام سه تن از پیغمبرانی که در دعای عرفه امام حسین علیه السلام هستش. و امام حسین علیه السلام عنایات خدا را بر این پیغمبران گفتند و برشمرده اند، اونا را ذکر کنند. بسیار خوب. پس وارد خود مزامین عرفانی دعا بشه. مزامینش این یک دریای عرفان، واقعا بعضی جمله ها رو من عرض بکنم. یکیش اینه مثلا: الهی کلما اخرسنی لؤمی انطقنی کرمک. خدایا وقتی که پستی من منو لال میکنه، نمیذاره حرف بزنم. وقتی میخوام حرف بزنم میبینم اینقدر پستم، اینقدر بد هستم که نباید تا حتی لب بجنبونم با تو حرف بزنم. از این طرف به خودم نگاه میکنم اینطوری هستم، ولی انت کلما اخرسنی لؤمی انطقنی کرمک، ولی به تو نگاه میکنم، به کرمت، به بزرگواریت و بخششت به زبون میام، خیلی هم زبون میریزم. و کلما آیستنی اوصافی، این به ما امید میده، امیدی به خدا و قطع امید از خود، قطع امید از خود. کلما آیستنی اوصافی، هر وقت بیاد خودم میفتم، نگاه میکنم به خودم، دوران زندگیم، اتا به حال چه کار کردم، مایوس میشم اونجا. ولی اطمعتنی، به طمع وامی داره منو، مننک، وقتی به نعمتهای بی عوض تو، به این میگم منت. منت تو زبان عربی دوتا معنا داره، یکیش هم منت گذاشتن فارسی، یکیش منت میگم به نعمت خیلی بزرگ. نعمت هایی که تو به من دادی خیلی بزرگ و بدون عوض، از اول طفولیت تا به حال به اینا نگاه میکنم، میبینم نه خیلی هم از خودم مایوس باید بشم، ولی از این که تو به من بازم دیدی، امیدوار باشم، نه مایوس نمیشم. الهی من کانت محاسنه مساویه فکیف لا تکون مساویه مساوی. خدای کسی که وقتی به خودش نگاه میکنه، من به خودم یعنی نگاه میکنم، خوبیان بده، فلان کاری کردم، خوب دقت میکنم اینو، ای بابا نیتم برای خدا نبود، اون کاری کردم بعدش یه بد اخلاقی کردم به هم ریخت همه. حالا تازه همش برای این بود که بگم من منم. هر کار خوبی کرده باشه آدم، آدمی که مثل اولیا افتاد فانی نشده باشه، هر چقدرم خوب باشه، چون توش انانیت هست، من هست، بده. میگه وقتی من به خودم نگاه میکنم، خوبیام بده، فکیف لا تکون و مساویه مساوی، چطوری بدام بد نباشه. این فراز چندم دعاست آقای دکتر؟ شماره اونجا رو من نمیدونم، من روزی اقبال الاعمال بهار الاموال عرض میکنم. حالا این اواخر دعاست. بله اینا ببینید، بعد بخشی از اون اوائل دعا که خدا از امام حسین علیه السلام انت داره، برشمردن نعمتهای الهی را ما هم در این دعا داریم. آره همون هست اینا، انت الذی احسنت، انت الذی اجملت، انت، اینا برای خالی کردن خوده، که بگی من اگر تا به حال چی بودم، مگه نگاه میکنم به خودم از دوران طفولیت، میبینم که تو به من هرچی بود دادی، تو این کار کردی، تو این کار کردی، تو این کار کردی، بعد اینا تمام شدنی هم نیست، نگاه کن. بعد برمیگرده حضرت میگه من اینطوری بودم، من چی بودم، تو به من با چی به درگاه تو من بیام،
فبه ای شیء استقبلک، با تو مواجه بشم، برخورد کنم. یا مولای، اب سمعی، با گوشم، ام به بصری، با چشمم، ام به لسانی، با زبانم با تو حرف بزنم، ام به رجلی، با پا به طرف تو بیام. الیسا کلها نعمک عندی؟ مگه همه اینا نعمت تو نیست؟ من هیچی ندارم. و به کلها عصیتک، و با تمام اینها معصیت کردم، خودم رو از تو دور کردم. اقرار به گناه میکنیم. پس من وقتی به خودم نگاه میکنم هیچ وسیله ای در خودم نمیبینم جز همه چی؟ نیستی. در این منطق طیر عطار هستش. منطق طیر عطار زبان سالکانه. به درگاه خدا میخوام برم، یکی از مرغها، پرنده ها، از هدهد میپرسه پیش سیمرغ، یعنی اون بینام و نشان حضرت حق، میخواییم بریم چی ببریم اونجا؟ سوغاتی. ایشون میگه خب معلومه سوغات میخوایی ببری، زیره به کرمان نباید ببری. چی باید ببریم؟ چیزی که اونجا نباشه. اونجا عبادت هست، ذکر هست، دعا هست، چیزی ببر که اونجا نباشه. اونجا نیستی نیست، نیستی ببر. این دعا کلش اینه. این کلش برای این هستش دعا عرفانی است. به این معنا با آدم بیاد کلن از خودش خالی بشه، از جنس معرفت آقای. بله، به معنای این واقعا اینو درک کنه. این دعا از اول فقراتش تا آخرش به همین صورته. بعد که دیگه بعد از این که آدم دقیقت خودش هی خالی میکنه، خالی میکنه، بعد درخواست های آدم، یعنی ابو عبدالله علیه السلام میکنه، و ما هم همین درخواست ها را میکنیم انشاءالله. خب از بیان اوصاف الهی شروع میشه این دعا، تا برشمردن نعمت های الهی، تا دعا و خواسته های آقا امام حسین علیه السلام از درگاه حضرت حق، بیان دوباره اوصاف الهی، اقرار به لغزش و گناهان، اقرار به الوهیت و وحدانیت خدای سبحان، بیان دوباره خواسته ها از درگاه خدا، و آخرین خواسته ها آقای دکتر طلب توفیق وقتی نگاه میکنه و استقامت روزی حلال، عافیت در دین هست. برای ما هم از اینها بفرمایید اگر موافقید. اینا کمترین چیزهایی است که انصافا تو این دعا بهش پرداخته شده. درست عرض کردم این دعا سطحش از دعاهای عادی خیلی بالاست، که فقط بیاد اینجا مثلا طرف روزی بخواد. عارف در صدد خواستن نیست، در صدد خالی کردنه. زاهد میخواد جیبشو پر کنه. درسته؟ ما دعا یاد کردیم که آخرش بگیم، از آخرش ببینید مقام ذکر، آی بهجت میفرمودن بالاتر از دعاست. دعاهای ما اینجا در حقیقت ذکره. به این معنا یه بار میگه خدای من میخوام از تو، من میخوام، من میخوام. درسته اینجا اینطوریه، ولی اونقدر این من تکرار میشه که به جایی میرسه این من از یاد میره، همش میگه تو 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 تو. این دعا اینجا یک عارفی مریدی بهش گفت در خلوت خود از خدا با خدای از من یادار، یعنی التماس دعا. حالا خیلی اینجوری گفته، اون خلوت خودت خیلی خودمون خدا گفت در خلوت من با خدای مرا از خود با خود یاد نیاید، چگونه از تو یاد کنم. این تو این خلوت امام ابو عبدالله علیه السلام میخواد آدم خودشو خالی کنه، بعد حاجت بخواد. حاجت ها از جنس خیلی بالاست. نمیخوام بگم اینا حاجت نقوید خواسته ها، اما اول اقرار به گناه ها. ولی این ببین اینجور از این دست حاجات شروع میشه، بعد میاد به روزی و غیره و امثال اینا ختم میشه. بله انشالله. خیلی متشکریم، خواهش میکنم. ما چشم به راه دوستانمون هستیم که انشالله ارتباطمون رو با قبله تهران و قبله ایران مهیا بکنن، حرم مطهر حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام، و انشاءالله به طور زنده و مستقیم بتونیم دعای عرفه رو تقدیم شما بکنیم. بازم از شما التماس داریم امروز جانبازان رو فراموش نفرمایید، امروز کسانی که محتاج دعای خیر شما هستن فراموش نکنید. خیلی ها از طریق تلویزیون توی مراکز بهداشتی و درمانی بیننده نجوای دل هستن. برای شفای عاجل همه بیماران دعا کنید. به حق حضرت حسین فرج آقامون هم نزدیک و نزدیکتر باشه.
خیلی متشکریم از لطف و محبت و همراهی شما. انشالله که این دست هایی که تو این روز دعا و نیایش به سوی آسمان بلند میشه ناامید بر نگرد. بذارید جمع‌بندی کنیم در محضر جناب استاد روحی بحثی که امروز تقدیم شما کرده و انشالله دلها رو مهمان حرم مطهر آقا سید کریم کنیم. بفرمایید. خواهش میکنم. یکی از حاجت هایی که اینجا خواسته شده، اللهم حاجتی التي اعطيتها لم يضرني ما من، یه حاجت از تو میخوام که اگه بقیه رو ندی خیلی مهم نیست، و اون اینی که و اگه بقیه رو بدی این یکی رو ندی اصلا فایده نداره، و اون اینه کاری کنی همین حالا من متوجه بشم که جهنمی نیستم. این بزرگترین خواسته هم باشه؟ نه، بخوام یه این سطحش از خواسته های دیگه که تا حتی تو این دعا شده خیلی پایینه. بالاتر از این هم هست؟ بالاتر از این عرض کردم توحیده، طرف اصلا خودش فانی بشه در حضرت حق، دیگه میشه عرفان مطلق. بله، اینجا اون حرف هست. ولی از حاجتهای معمولی عافیت و غیره و امثال اینها و سلامتی و بعد ازدیاد ایمان و چی و چی بالاتر میره. ببینید چقدر با چه زبانی داره صحبت میکنه. خدایا اگه بدی حاجتهای دیگرم ندی، حد نصاب ایمان را من دارم، و اگه دیگری بقیه رو بدی، پول بدی، مال بدی، سلامتی بدی، آخرش ببری جهنم، چه فایده؟ ان شاء الله درجات ایمانمون افزایش بده. بله، پیدا کنه و از خدا بخوایم که مغفرت خدا ان شاء الله روز استقبال تو همین روز ان شاء الله شامل همه مؤمنین مؤمنات خودمون همه زیر آسمون خدا بخوایم. بله، نمیدونم چند ثانیه دیگه دلارو بعد مهمان صحن و سرای آقا سید الکریم حرم مطهر حضرت عبدالعظیم الحسن علیه الصلاه و السلام بکنیم، اما نیت بکنیم با پای دلمون، با نجوای دلمون خدا رو امروز صدا بکنیم و بهترین ها رو از خدا بخوایم. نمیدونم بهترین دعا چه دعایی میتونه باشه، ولی قطعا در کنار همه دعاهامون آقای دکتر روحی دعا برای فرج آقامون هست. مگر نه اینکه آقامون فرمودن یا صاحب الزمان تو خود گفتی برای من دعا کن، ظهورم را تقاضا از خدا کن، مداوم عجل الله هست بردم، دعایی هم تو بر احوال ما کن. ان شاء الله آقامون امروز دعایی بکنه برای احوال همه مردم عزیز و مسلمانان عالم ان شاء الله. من دوست دارم که کلام پایانی شما ان شاء الله بریم به صحرا و سرای آسمان. یکی از دعاهای امروز وخسع شیطانی، خدای چخ کن، دور کن از درست. من شیطانم رو، شیطان تشبیه کرده به سگ صفته، چسبیده به ما از آدم ول نمیکنه، خیلی طمع به من داره. کاری کن اسباب شیطان از من امروز یه حالی پیدا کنم، یه انقلاب درونی پیدا کنم که واقعا به خواسته های شیطان دیگه نبگم شیطان امیدش از من بریده بشه، کاملا قطع بشه. خیلی حرفه. وخسع، دور کن از من شیطانی، شیطان منو. هر کس یه شیطانی داره، هر کس یه رگ خوابی داره، هر کس یه علاقمندی هایی داره، شیطان از همون راه، از همون در وارد میشه. پس این که میفرماید که وخسع شیطانی، یعنی ریشه های علاقمندی منو به چیزهایی که نباید داشته باشم، یکی به مسائل شهوی علاقه داره، یکی به مقام علاقه داره، یکی به پول، یکی اینا همه، یکی مثلا از راه حرام خب دنیا است، اینا اینجور چیزها علاقه داره، علاقه مضاعفی است که طرف رو وامی داره، خورده خورده از راه خدا دور میکنه. امروز روز کندن دیگه ان شاء الله. میفرماید وخسع شیطانی، یا مثلا روحیه هامون کلا از ریشه عوض کن منو انشاءالله. امکان داره؟ یا فقط بیایم امروز بگیم چی؟ خدایا این حاجت های مادی ما را بده، اونا را هم بگیم. امروز چه دعاهای مستجاب میشه؟ ببینید بعضی هم یه چی دعا کنیم، خب پس اینا چیه؟ همه دعا که چه دعا بکنیم و چه گونه؟ همینا را وقتی دعا میخونیم خودمون رو هم دل کنیم، هم افق که نمیشه، چی عرض کنم، پشت امام حسین علیه السلام و بیفتیم اون چیزایی که اون خواسته رو بخوایم. روز حسین شدن نه که اینا رو علکی بخونیم بعد بگیم خدا من فلان چیزو میخواستم فقط دعا. درسته ها، این دعا نشد که. دعا اینه که آدم آن مضمونی را که اگه وقت هست یک خاطری را از کنم. استاد ما مرحوم پهلوانی میفرمودن، یکی از شاگردان علامه طباطبایی از ایشون صحبت پرسیدن، آقا ما مثلا عربی سرمون میشه و غیره، این دعا رو متوجه میشیم، عوام الناس این جواره برای چی میخونن؟ دقیق متوجه نمیشن. ایشون فرمودن اتفاقا دعای اونا مستجاب میشه، نه دعای ما، همون عوام. و
فرمودن چرا؟ عرض کردن خدمتشون چرا؟ فرمودن چون اونها نفسشون رو، روحشون رو متصل میکنن به روح امام صادق مثلا، یا امام حسین که این دعا رو خونده، میگن خدایا آنچه را که امام حسین خواسته اونو من میخوام، نه به اندازه عقلم که گنجایش برای خودم چیکار کنم، محدودش کنم. پس بیاییم امروز نفسمون رو متصل کنیم به نفس ابا عبدالله علیه السلام، بگیم امام حسین خدایا هر چی از تو خواسته با همون معنایی که خواسته، با اون افق معنایی خیلی بلند، همون رو به ما، همون رو به ما بده. ولی ما نمیفهمیم اصلا چی میخوان، ولی همون رو بخوا. همون رو بخوا. ان شاء الله دلمون حسینی بشه، هر جا هستیم بلند بگیم یا حسین. ستار العیوب یا غفار الذنوب یا ستار العیوب یا غفار الذنوب یا علام الغیوب یا کشاف الکروب یا دافع الخطوب یا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا علام الغيوب يا كشاف الكروب يا دافع الخطوب يا. خیلی متشکر هستیم از اینکه بیننده برنامه خودتون نجوای دل هستید، کاری از گروه فرهنگ و معارف اسلامی شبکه تهران. امروز روز خواستن هست، امروز روز گفتن با خدا هست، امروز یکی از روزهای طلایی عمر ما میتونه باشه. بذارید کلام پایانی آقای دکتر رو ازشون خداحافظی کنیم و انشالله دلها رو آماده کنیم برای انشالله رفتن به سمت و سوی حرم مطهر آقا سیدالکریم علیه السلام. من از خودم چیزی نمیگم، همون فرمایش سید ابن طاووس رو عرض میکنم. بعد از اینکه حالا هر کاری کردیم و نکردیم، اصلا امروز تونستیم دعای مفصل بخونیم یا نخونیم، حال پیدا کردیم یا نکردیم، درسته؟ هر کاری خیلی خیلی حال خوب بود یا معمولی، آخرش بیاییم همون کارو بکنیم، بگیم خدایا هر چی بود و نبود اینا رو از من لیاقت اینو ندارم به تو عرضه کنم، عرضه کنیم اینها رو بر امام زمان صلوات الله علیه، درست؟ همه مهمون ایشون هستیم و ایشون، از ایشون خواهش میکنیم مال ما رو تحویل بخاطر یه توسلی پیدا کنیم. پس آخر امروز به محضر مقدس امام زمان صلوات الله علیه و بگیم آقا خودت بیا جبران کن، جباریت خدا رو به کار بزن، این نقصان عمل ما رو، این مشکلات مملکت، مشکلات فردی، مشکلات عموم مؤمنین مسلمین در اقصا نقاط جهان همه را حل بفرما انشاءالله. الهی آمین، انشاءالله که دعای همه برآورده به خیر بشه. میدونم خیلی ها، خیلی از مادران پدران برای عاقبت به خیری فرزندانشون دعا میکنند، خیلی ها برای شفای عاجل همه بیماران دعا میکنند، خیلی ها آرزوهایی دارند دنیایی و اخروی. انشاءالله خداوند جامع عمل بپوشونه. امروز روز خواستن هست با خدا، چرا که عرفه نگین انگشتری زیحج است، نغمه زیبای شکفتن در باغ همیشه سبز صفا مرو است، شعر مشعر دل صفای صفا دلان و زمزمه زمزم نوشان. از آیدو تشکر میکنم و دلهای شما رو میهمان صحن و سرای آقا سیدالکریم حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام میکنیم. التماس دعا من الرجاء منا الدعاء منا الخطاء منك العطاء منا الرجاء منا الدعاء منا الخطاء منك العطاء منا الرجاء منا الدعاء منا الخطاء منك العطاء منا الرجاء
الرجاء ومنك العفو والجود منا الدعاء ومنك الفضل ممدود منا الرجاء ومنك العفو والجود منا الدعاء ومنك الفضل ممدود منك العطايا بلا حد ولا عدد وجهدنا لأداء الشكر محدود منك العطايا بلا حد ولا عدد وجهدنا لأداء الشكر محدود منا الرجاء منا الدعاء منا الخطا منك العطاء منا الرجاء منا الدعاء منا الخطا منك العطاء منا الرجاء ومنك العفو والجود منا الدعاء ومنك الفضل ممدود منا الرجاء ومنك العفو والجود منا الدعاء ومنك الفضل ممدود منك العطايا بلا حد ولا عدد وجهدنا لأداء الشكر محدود منك العطايا بلا حد ولا عدد وجهدنا لأداء الشكر محدود يا رب دل ما را تو به رحمت جانده درد همه را به صابری درمانده این بنده نداند که چه میباید خواست داننده توی هر آن چه خواهی آنده انشاءالله دعاهات مستجاب باشه آنگه که با شما خداحافظی میکنیم از شما التماس دعا داریم ممنونم خدا انشاءالله امروز برای همه بینندگان نجوای دل هم دعا بفرمایید همچنین منم التماس دعا دارم از حضرت عالی و تمامی بیننده تشکر میکنم خیلی متشکر هستیم بگذارید دلها رو مهمان قبله تهران بکنیم و آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی و پخش زنده دعای عرفه باز هم التماس دعا ندیدم شهی در دلارایی تو به قربان اخلاق مولایی تو تو خورشیدی و ذره پرورترینی فدای سجایای زهرایی تو نداری به کویت ز من بی نواتر ندیدم کریمی به تاهایی تو نداری گدایی به رسوایی من ندیدم نگاری به زیبایی تو نداری مریضی به بدحالی من ندیدم دمی چون مسیح خب عرفه روز استجابت دعاست انشاءالله دعاهاتون مستجاب بشه و به زیور استجابت آراسته بشه دلهات رو مهمان آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام میکنیم بفرمایید خواهش میکنم علیکم منی جمیعا سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل همه با هم السلام علی الحسین و علی لا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم
ذو الجلال والإكرام وأتوب إليك من جميع ظلمي وجرمي وإسرافي على نفسي وأتوب إلي. اللهم سرحني عن الهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان. اللهم كن لوليك الحجة ابن صلواتك علي وعلى همه گوشه و کناری ها بگن فی هاله و فی کل ولی در پیشگاه قدسی تو ای خدای من، در پیشگاه قدسی تو ای خدای من، میدانم این که رنگ ندارد حنای من. به به، من هنوز حرف نزدم صدای حق حقه جمعیت بلند شد، چیزی نگفتم که میخوام دو سه خط فقط زبون حال خودمونو بگم، دعا رو شروع کنیم. خوب گریه کردید الحمدلله. در پیشگاه قدس تو، در پیشگاه قدسی تو ای خدای من، میدانم این که رنگ ندارد حنای من. از بس که توبه کردم و توبه شکستم، لا اله الا الله، از بس که توبه کردم و توبه شکستم، چنگی به دل نمیزند این توبه های من. ای وای ای وای، گر تو مرا رها کنی از دست می روم. دیگه امروز باید اینجوری حرف بزنی دیگه،
تو سال یه روز عرفه داریم، آدم میتونه خوب مناجات کنه، تو پرده حرف نزنیم، راحت حرفامونو بزنیم. مولای من گر تو مرا رها کنی از دست میروم، بی لطف تو شود دل دوزخ سرای من. ای بابا ای مالکی، ای مالکی که فضل بریه از آن تو، به زانایی که هنوز ناله نزدن اونام امروز ناله بزنن، باید با اشک چشم دعا بخونی. خدا آن فطرسم که در پی قنداق آمدن، کنای فهما کجا نشستم، فطرس بالو پرش سوخته بود، نمیتونست پرواز بکنه، یه گوشه ای بعدن ملائکه آوردنش کنار ابی عبدالله. پیغمبر فرمود بیاید قنداقه حسینمو ببرید به بالو پر فطرس بزنید جون بگیره. خدا امروز منم یه فطرس بالو پر سوختم، گناهام بالو پرمو سوزونده، امروز یه کاری کن منم خودمو به یه قنداقه‌ای برسونم. جانم آن فطرسم که در پی قنداقه آمدم، یعنی شکسته بال و پر ربنای من. ها آروم نباشی ها، بعد از اول دعای زمزمت باشه. آخ امشب بیاب، الان حال و هوای اینجا عوض میشه، میگی نب، امشب بیا به خاطر ارباب بی کفن. نگفتم امشب بیا به خاطر ارباب بی کفن، منت گذار و در گذر از این خطای من. میخوای دعا بخونیم، ای دستاتو بیار بالا، هر چقدر الان منتظری توی دعا، خیلی کارا داریم، هرچی میخوایی دعا بیشتر برات لذت بخش باشه. آی گرفتارا دستاتونو بیارید بالا، یا ارحم الراحمین. یا ارحم الراحمین. تو حیاتی ها خیابونی ها همه بگن یا ارحم الراحمین. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع
ولاک صنعه صنع صانع و هو الجواد الواسع فترى اجناس البدائع و اتقل بحکمته الصناع لا تخفى علی الطلاع ولا تذكر كل كل ضار ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع وهو للدعوات السامع وللكربات الضفع وللدرجات الرافع وللجبابرة قامع فالله خير ولا شيء يعدله وليس كمثله بشيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير وهو على كل شيء قدير اللهم إني أرغب إليك وأشهد بالربوبية لك مقرا بأنك ربي وإليك مردي ابتدأتني بنعمتك قبل أن أكون شيئا مذكورا وخلقت لي من التراب ثم أسكنتني الأسلوب آملا لريب المنوبون واختلاف الدور والسنين فلم أزل ظائنا من صلب إلى رحم في تقادم من الأيام الماضية والقرون الخالية لم تخرجني لرأفتك حبيبي ولطفك بليبي وإحسانك بإلهي في دولة أئمة الكبر الذين نقضوا عهدك وكذبوا رسلك لكنك أخرجتني رأفة منك وتهننا علي للذي سبق لي من الهدى الذي له يسرتني وفيه أنشأتني
ومن قبل ذلك رأف طبيب جميل سنك وسوابق نامك فابتدات خلقي ممني يمنك وأسكنتني في ظلمات ثلاث بين لحم ودم وجلد لم تشهدني خلقي ولم تجعل إلي شيئا من أمري ثم أخرجتني للذي سبق لي من الهدى إلى الدنيا تام السوي وحفظتني في المهد طفلا سبي ورزقتني من الغذاء لبنا مريا وأتفت علي قلوب الهواضل وكفلتني الأمهات الرواحم وكلأتني من طوارق الجمال وسلمتني من الزيادة والنقصان فتعاليت يا رحيم يا رحم حتى إذا استحللت ناطقا بالكلام أتممت علي سوابق الإنام وربيتني زائدا في كل أمم حتى إذا اكتملت فترتي وتدلت مرتي أوجبت علي حجة بان ألهمتني معرفة بك ورفعتني بأجائب حكمة بك ويا وأيقظتني لما زرعت في سمائك وأرض بك من بداء خلقك ونبهتني لشكرك وذكر بك وأوجبت علي طاعتك وعبادت بك وفهمتني ما جاءت به رسل بك ويسرت لي تقبل مرزات بك ومللت علي في جميع ذلك بأونك ولطف بك ثم إذ خلقتني من خير الثرى لم ترضى لي يا إلهي نعمة دون أخرى ورزقتني من أنواع المأبوش وصنوف الريابوش بمنك العظيم الأعظم ألبي وإحسانك القديم ألبي حتى إذا أتممت علي جميع النعم
وصرفت عني كل النقام لم يمنعك جهلي وجرأتي عليك أن دللتني إلى ما يقربني إليك وفقتني لما يزلفني لدبك اول دعا از برادران و خواهران یه خواهش دارم اگه کسی گناهکار نیز از جمع ما بلنج بیرون بره اگه کسی گرفتار نیست از جمع ما بلنج بیرون برم اگه کسی مریض نداره اینجا نمونه اگه کسی امروز کاری نداره همین دور اومده جمع ما رو ترک کنه این جای ده گناهکار گرفتار مریض دار آبرو دار نشسته یک سال چشم امیدشون به امروز مخصوصا اونایی که شبای احیا نتونستن کاری کنن گفتن امروز و دیگه از دست ندیم خودشون رو اینجا رسوندم یه عده‌ای دعوت شدن تو سرزمین عرفات که گفتن خدا هر کی روز عرفه تو عرفات باشه گناهشو میبخشه پاکش میکنه یه دیم رفتن کربلا که فرمود درست امروز زائر عرفات خیلی فضیلت داره اما خدا اول کربلا به زائر حسین نگاه میکنه یه دیم نتونستن کربلا برن گفتن عیبی نداره من زار عبدالعظیم الحسنی به ری که من زار الحسین به کربلا آی حسین حالا گرفتارا فقط بمونن گناهکارا فقط بمونن آبرودارا فقط بمونن مریضدارا فقط بمونن آی مردمی که این جانش از دید یه عده مریض الان تو بیمارستان ها یا تو خونه ها پای گیرنده ها نشستن دارن تک تک شما رو میبینن با خودشون میگن ای کاش منم سالم بودم اونجا میتونستم گریه کنم حالا اگه گناهکاری، اگه خطاکاری، اگه گرفتاری، اگه مریضداری با من زمزمه کن ای فعل دعوت کم عجب تنیم و این سأل تو کم اعتی تنیم و این اتا تو کم شکر تنیم و این شکر تو کم زد تنیم كل ذلك اكمال لأنامك على بابي وإحسانك على بابي فسبحانك يا سبحانك
مگه من مبدأ بل مؤید بل حمید بل مجیب بل و تقدس آید اسمو بگه و اظمت آلا بگه فأي نعمك يا إلهي أحصي عدد بل وذكر بل أم أي خطاياك أم أي أتاياك أقوم به شكر بل وهي يا رب أكثر من أن يحصي العدوبون اما اگه همه یه حسابگرای عالمم بشینن نمیتونن حساب کنن چقدر نعمت به من دادی چقدر در حقم خوبی کردی او یبلغ علمن به الحافظو بول ثم ما صرفت و درعت عن اللهم من الضر و الضر بول أكثر مما ظهر لي من العافية والسراب وأنا أشهد يا إلهي بحقيقة إيماني وأقد أزمات يقيني وخالص سريح توحيدي و باطل مکنون زمیریم و علائق مجاری نور بصریم و اسارير صفحت جبینی و خرق مسارب نفسیم و خزاریف مار نعرنینی و مسارب سماخ سمغیب و ما زمیت و اطبقت علیه شفت آبوی و حرکات لفظ لسانی و مغرز حنک فمی و فکیب و منابت از رازی ببینید چه چیزایی رو ابی عبدالله داره عنوان میکنه و مساق متهمی و مشربی و حمالت ام رأزی و بلوغ فارع حبائل و نقیب و مجتمل علیه تامور و صدریب و حمائل حبل و تینی و نیات حجاب قلبی و افلاد هواشی کبدی و ماهوت و شراسیف و اضلایب و حقاق و مفاصلی و قبض و عواملی و اطراف و اناملی و لحمی و دمی و شعری و بشری و عصبی و قصبی و عظامی و مخی و عروقی و جمیع و جوارحی و من تزج علا ذالک ایام رضامی و ما اقلت الارض منی و نومی و یقظتی و سکونی و حرکات رکوعی و سجودی اللو حاولت و اجتدت مد الاعصاب و الاحقاب لو امرت ان اؤدی شکر واحدت من انامک مزدت ات ذالک به خدا شکر یه دونه نعمت دم نمیتونم بکنم یه دونه نعمت همین شکر این نعمتی که امروز منو اینجا آوردی همین شکر نعمتی که امروز منو اینجا کشوندی قاطی اینا بشینم منم تو رو صداد بزنم الا به من کل موجب علی به شکر که ابدا جدید
و فنا انتار فنتی دار اجل ولو هرست تو انا ولا دون من انام بک انه سیم دا انام سال فیب و آن فیب ما حسرنا عددا بود ولا احسینا امدا بود حیا عباد انا ذالکب و انت المخبر فی کتاب کناتق و نبع صادق و انت ادو نعمت الله لا تحسوب صدق کتاب کلام و این با عبوک و بلغت انبیاء و رزل عبوک و ما انزلت علیهم من وحیک و شرعت لهم و بهم من دینک غیر انی یا الهی اشهد بجهدی و جدی و مبلغ طاقتی و وسعی و اقول مؤمنا و موقنا الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا فيكون موروثا ولم يكن له شريك في ملكه فيزاده فيما ابتدى ولا ولي من الذل فيرفده فيما زنب فسبحانه يا باب سبحانه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت وتفترت سبحان الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الحمد لله حمدا يعادل حمد ملائكة المقربين وأنبياء المرسلين وصلى الله على خيرتهم محمد بن خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المخلصين وسلم اللهم اجعلني اخشى كأني ارى خدای مقام ترسی به من بده انگار دارم میبینم دیگه انقدر گناه کردم یادم رفته هر موقع گناه میکنم داری منو میبینم انقدر پوشوندی که دیگه جرأت پیدا کردم رو گناهم پافشاری میکنم من برای شما نمیگم عجل از شما ها اما برای اینکه دعا داریم میخونیم آخه یه خوردهی به خودمون بیایم تو یکی از تفاسیر قرآن نوشته جلو علما در زمو پز میدونه وقتی بنده میت رو تو قبر میذارن شما میدونید سنت باید صورت میت و طرف قبله روی خاک بذارن
تو قبر صورت میت و طرف خاک میذارن، از همه تون عذر میخوام اینجوری دارم حرف میزنم. خطاب میده آی ملائکه من، برید صورت ای بنده رو برگردونید، نمیخوام طرف من باشه. برید صورتشو برگردونید، یه عمر تو دنیا پشت به من کرده بود، هر کاری میخواست الجام داد، حالا که از دنیا رفته چرا صورتشو برمیگردونید به من؟ ملائکه نمیخوام این بلدم رو ببینم. اللهم اجعلنی اخشاک کنی ارابک و اسعدنی به تقوابک ولا تشقنی به معصیت بک و خیرنی فی قضائک و بارک لی فی قدره بک حتی لا احب تأجیل ما اخرت ولا تأخیر ما اجلت. یه قضا و قدری برا من بساز، اگه یه چیزی رو زود خواستم تو بهم دیر دادی، یا اگه یه چیزی رو نخواستم زود بهم دادی، ناراحت نشم، راضیه به رضای تو باشم. اللهم اجعل غنای فی نفسی واليقين في قلبي والإخلاص في عملي والنور في بصري والبصيرة في ديني ومتعني بجواره واجعل سمعي وبصيري وبصري الوارثين مني وانصرني على من ظلمني وأرني فيهم ثاري ومآربي وأقر بذلك عيني. اللهم اكشف كربتي واستر عورتي. خدا تو دنیا و آخرت آبرومو نبر. اگه تو دنیا بی آبروم کردی آخرت آبرومو نبر. اگه تو آخرتم بی آبرو شدم لااقل جلو مهدی آبرومو نبر. جلو پیغمبرت آبرومو حفظ کن. جلو بی بی فاطمه شرمم نشم. لا اله الا الله بگم یا نه؟ اگه قیامت بی آبروم کردی لااقل جلو حسین آبرومو بخم. وستر عورتی واغفر لی خطیئتی و
وقص شیطانی و فکر حالی و جلی اله درجت الالیا فلاخرت و لولا اللهم لك الحمد كما خلقتني فجعلتني سميعا بصيرا ولك الحمد كما خلقتني فجعلتني خلقا سويا رحمة بيب وقد كنت الخلق غنيا رب بما برتني فأدلت فطرتي رب بما أنشأتني فأحسنت صورتي رب بما أحسنت إلي وفي لفظي عافيتي رب بما كلأتني ووفقتني رب بما أنعمت علي فهديتني رب بما أوليتني من كل خير رب بما أوليتني ومن كل خير أتيتني رب بما أطعمتني وسقيتني رب بما أغليتني وأقنيتني رب بما أعلتني وأعززتني رب بما ألبستني من سترك الصافي ويسرت لي من صنعك الكافي صلى على محمد وآل محمد وأني على بوائق الدهور وصروف الليالي والأيام ونجني من أحوال الدنيا وكربات الآخرة واكفني شر ما يعمل الظالمون في الأرض اللهم يا ما أخاف فاكفني وما أهزر يا ما فقني خودت میدونی از مرگ از شب اول قبرم میترزم دستم خالیه چیزی ندارم کمکم کن اللهم ما اخاف و فکرنی و ما احذر و فقنی وفي نفسي وديني فاهرزني وفي سفري فاحفظني وفي أهلي ومالي فاخلفني وفي ما رزقتني فبارك لي وفي نفسي فذللني وفي أعين الناس فأذمني ومن شر الجن والإنس فسلمني وبذنوبي فلا تفضحني
منو به خاطر گناهام رسوا نکن و به سریرتی فلا تخزنی و به عملی فلا تبتلنی و نعمکم فلا تسلبنی نعمتاتو از من نگیر و الا غیرکم فلا تکلنی منو به غیر خودت به کس دیگه واگذارم نکن الهی الامتاب الهی الامن تکلنی منو به کی میخوای واگذارم کنی به کی میخوای منو بسپاری اگه خودت رها کنی اگه تو نخوای منو ببینی چی کار بکنم اگه تو دستمو نگیری من به کی رو بزنم الهی اله من تکلنی اله قریب فیغتالی دوستان و نزدیکانی که زود از من خسته میشن و میرن به اینا میخوای منو بسپاری ام الا بعیدن فیت جمالی یا به بیگانه ای که با من خشونت و بدرفتاری میکنه ام الا المستضعفین علی و انت ربی و ملیک امری در حالی که مولای من توی مالک من توی همه کارم توی به کی میخوای منو بسپاری وقتی همه کارم خودتی نکنه منو به کسی دیگه بسپاری نکنه بگی من با این بنده دیگه کاری ندارم الهی من ترب بی و ملیک و امری اشکو الیک قربتی و بودداری به تنهاییم به تو شکایت میکنم یه جایی میخوندم گفت وقتی میت رو تو قبر خوابوندن سنگ گذاشتن همه میرن میت تنها میمونه دیدید دیگه تو قبرستونا زن و بچه ی آدم هم میرن میگن بیایید بریم لا اله الا الله همه میذارن و میرن آشنا بچه ها میت تنها میمونه اسرافیل صدا میزنه خدا میخوای برم ای بنده تنها تو از تنهایی در بیارم خطاب میاد نب ملائکه یه دیگه صدا میزنن جبرئیل میگه خدا من برم ای بنده رو از تنهایی در بیارم افتخار کنید ها نشستید اینجا امروز داری عرفه میخونی خیلی به خودت افتخار کنم خطاب میاد جبرئیل مگه این بنده تا وقتی زنده بود وقتی گرفتار میشد وقتی تنها میشد وقتی غریب میشد به شماها رو میزد مگه این بنده وقتی تو دنیا تنها میشد دستشو طرف شما دراز میکرد به 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 قربونه این زمزمه هایی که گوشه و کنار بلنده لا اله الا الله امروز امام زمان داره ای گریه ها تونو میبینه بابا من همه جا گفتم اینجا میگم حاج اسماعیل دولابی میگفت به خدا اگه شماها گریه میکنید یه آقایی دم در ایستاده اول اون گریه میکنه به شماها اجازه میدن گریه کنید تا اون گریه نکنه شما حق ندارید اشک برید لا اله الا الله ای بندم تو دنیا وقتی تنها میشد به من رو میزد دستشو طرف من دراز میکرد حالا خودم از تنهایی نجاتش میدم الهی
اشکو الیک قربتی و بود داری و هوانی علا من ملکته امری الهی فلا تحلل علی غضبا فإن لم تكن غزبت علي فلا أبالي زبابك سبحانك خير النافيتك أوزل فأسألك يا رب بنور وجهك الذي أشرقت له الأرض والسماوات وكشفت به الظلمات وسلها به أمر الأولين والآخرين ألا تميتني على غضبك در حالی که از من خشم گینی جونم رو نگیر ولا تون زل بی سختبک لکلات با حتی ترزا قبل ظالبک لا اله الا ابک همه بگل رب البلد بلد الحرام والمشر الحرام والبيت الذي أهللته البركة وجعلته للناس أمن يا من عفا عن عظيم الذنوب بهلم يا من أسبق النعماء بفضل يا من أتى الجزيل بكرم يا أدتي في شدتي يا صاحبي في وحدتي يا قياثي في كربتي يا ولي في نعمتي يا إلهي وإله آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ورب جبريل وميكائيل وإسرافيل ورب محمد خاتم النبيين وآله المنتجبين ومنزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان ومنزل كاها يا إنسابود وطاها ويازيل والقرآن الحكيم أنت كهفي نتعين المذاهب في سعتهم وتزيغ بي الأرض برهبهم ولولا رحمتك لكنت من الهالكين وأنت مقيل أثرتي ولولا سترك إيايا لكنت من المفزوخين وأنت مؤيدي بالنصر على أعدائي ولولا نصرك إيايا لكنت من المغلوبين يا من خس نفسه بالسمو والرفع فأولياؤه بعزه يعتزون يا من جعلت له الملوك نير المذلة على أعناقهم فهم من
سطواته خائفون يألم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وغيب ما تأتي بالأزمنة والدبور يا من لا يعلم كيف هو إلا هو يا من لا يعلم ما هو إلا هو يا من لا يعلم إلا هو يا من كبس الأرض على الماء وسد الهواء بالسماء يا من له أكرم الأسماء يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا يا مقيد الركب ليوسف في البلد القفر ومخرجه من الجوب وجائله بعد العبودية ملك يا راد على يعقوب بعد أن ابيضت عيناه من الحزن فهو كذيب يا كاشف الضر والبلوى أنا أيوب وممسك يدي إبراهيم عن ذبح ابنه بعد كبر سنب و فناء عمر گفت بابا یه تناب با خودت بردار یه دستمال با خودت بردار گفت اسماعیل اینا رو برا چی میخوای؟ گفت بابا تو قربانگاه بهت میگم بلند شدن اومدن قربانگاه به خدا حالت قشنگه دلم نمیاد اینجوری رهات کنه گفت بابا پاهای منو ببند گفت اسماعیل چرا پا تو ببندم بابا؟ گفت بابا آدم وقتی داره جون میده دست و پا میزنه من پسرم تو پدریم پسر وقتی جلو پدر دست و پا بزنه دل پدر برم نمیخوام ناراحتی تو ببینه پای اسماعیل شو بز گفت بابا چشمامم ببند گفت بابا چشماتو چرا ببندم گفت بابا میخوام وقتی خنجر زیر گلوم گذاشتی چشمت تو چشمم نخور عاطفه پدری نتونی امر خدا رو انجام بدی ای وای ای وای چند مرتبه خنجر کشید کارد کشید زیر گلو گلو رو نبرید من نمیخوام یه جایی برم شماها مصدمه هستید قبل از روزخون خودتون جلو جلو می نوشتن وقتی برگشتن مادر اسماعیل یه نگاه کردید زیر گلوی پسرش قرمز شده سرخ شده گفت پسرم چی شده؟ اول حرفی نزدن خیلی اصرار کرد جریان و گفتن مادر مریض شد وزیان نوشتن این مادر سه روز بیشتر زنده نمود جون داد مگه چی دید؟ فقط دید زیر گلو پسرش سرخ شده بابا من که هنو حرفی نزدم کجا رفتید شما؟ بگم یه جوری ناله میزنی همه صدا نالتو امشب بشنون بره کربلا آخ من نمیدونم به دل رباب چی گذشت وقتی آمد پشت خیمه ها
علی عزیزی اینجوری میگفت، احتمالاً اینجوری میشه، گفت وقتی ابی عبدالله اومد پشت خیمه ها، بی بی زینب دوان دوان آمد، گفت داداش اگه میخوای رو علی اصغر خاک بریزی بریز، رباب داره میاد. مادر طاقت نداره، حسین با يا من استجاب لزكريا فوهب له يحيى ولم يدعه فردا وهيدا يا من اخرج يونس من بطن الحوت يا من فلق البحر لبني اسرائيل فانجوم وجعل فرعون وجنوده من المغرقين يا من ارسل الرياح مبشرات بين يدي رحمته يا من لم يعجل على من اساه من خلقه يا من استنقذ السحرة من بعد طول الجحوب وقد غدوا في نعمتي يأكلون رزقه ويعبدون غيره وقد هادوه ونادوه و کذبو رسولم دست تو بیار بالا یا الله یا الله به به یا الله يا بديع يا بديع لا ند لك يا دائما لا نفاد لك يا حيا حين لا حي يا محيي الموتى يا من هو قائم على كل نفس بما كسبت يا من قل له شكري فلم يحرمني وعظمت خطيئتي فلم يفضحني ورآني على المعاصي فلم يشهرني منو در حال گناه بارها و بارا دیدی ولی آبرومو نبردی یا من حفظنی فی صغری یا من رزقنی فی کبری یا من ایادی عندی لا تحساب و نعمو لا تجازا یا من آرزنی بالخیر والاحساب و آرزتو بالاساعت والاسیال همش به من خوبی کردی در عوض من همش گناه کردم یا من هدانی للایمان من قبل ان اعرف شکر الامتنا بول مریض دارا یا من دعوته مریض فشفا و اوریان ابل و کزالی و جاء ابل فاشبعنی بی و اتشان ابل فاورم فاروالی و زلیل ابل فاعزنی من تجنه بودم سیرابم کرد قربون اون آقایی که تو گودال قتلگاهی میگفت جیگرم داره میسوزه و
وزليل فأزليل وجاهل فأرفني وبعيد فكثرني وغائب فردني ومقل فأغلاني ومنتصر فلزرني وغليا فلم يسلبني وأمسكت عن جميع ذلك فابتداني فلك الحمد والشكر يا من أقال أفرتي ونفس كربتي وأجاب دعوتي وستر أورتي وغفر ذنوبي وبلغني تلبدي ونسرني على أدوي وإن أعد نعمك ومننك وكرائم منهك لا أحصيها لا إله إلا الله. دلم میخواد همه زمزمه کنن یا مولای انت الذی منلت انت الذی انعمت انت الذی احسنت أنت الذي أجملت أنت الذي أفضلت أنت الذي أكملت أنت الذي رزقت أنت الذي وفقت أنت الذي آتيت أنت الذي أغنيت أنت الذي أقنيت أنت الذي أوفيت أنت الذي كفيت أنت الذي هديت أنت الذي عصمت أنت الذي سترت أنت الذي غفرت أنت الذي أقلت أنت الذي مكنت أنت الذي أعززت أنت الذي أنت أنت الذي عضدت أنت الذي أيدت أنت الذي نصرت أنت الذي شفيت أنت الذي أوفيت أنت الذي أكرمت تباركت وتعاليت فلك الحمد دائم ولك الشكر واسبا أبدا ثم أنا يا إلهي المعترف بذنوبي فاغفر لي این همه تو به من نعمت دادی در قبالش من چی کار کردم انا الذی اسأت انا الذی اخطأت انا الذی هممت انا الذی جهلت انا الذي أسأت أنا الذي أخطأت أنا الذي هممت أنا الذي جهلت أنا الذي غفلت أنا الذي سهوت أنا الذي اعتمدت أنا الذي تعمدت أنا الذي بأت وأنا الذي أخلفت من اونی بودم که هی وعده دادم گفتم گناه نمی کنم
شبای جمعه بلند شدم گفتم خدا دیگه گناه نمی کنم، مارم زون شد هر شب دستم و بلند کردم گفتم خدا دیگه بد نمی کنم. شبای احیا قرآن به سر گذاشتم گفتم جای قرآن رو سر منه دیگه دل مولامو خون نمی کنم، اما همش خلاف وعده کردم بازم گناه کردم. انا الذی نکذتو انا الذی اقررتو انا الذی اعترفتو به نعمتک علیه و اندی و ابو به ذنوبی فغفر حالیب یا من لا تذره ذنوب و عباده و هو الغنی و انتاتهم و الموفق من عمل صالحم منهم به معونتهی و رحمته فلک الحمد الهی و سیدی الهی امرتنی فأسیت بک و نهیتنی فارتکبت نهی بک فأصبحت لا ذا براءة لی فأعتذر و لا ذا قوة فانتصبر فبأی شیء استقیلک یا مولای. اگه امرو بخوام طرف تو بیام با چه وسیله‌ای بیام قبولم کنی؟ اب سمعی ام به بصری ام به لسانی؟ با چشمم با زبونم با گوشم ام به یدی ام به رجلی؟ الیس کلا نمکندی و به کلها اسیتو که یا مولا؟ با همه اینا معصیت کردم با همه اینا گناه کردم فلک الحجت و السبیل علی یا من سترنی من الآباء و الامهات ایز جرونی و من الشعائر و الاخوان ایرونی جلو پدر مادرم و دوستام و خیشام گناهام و رسوا نکردی و من از سلاطین ایو آقبونی و لو تلهو یا مولای علامت تلات علیه منی اذن ما انذرونی و لرفزونی و قطعونی. اگه میدونستن من انقدر گناهکارم به خدا منو تحملم نمی کردم. فقط تو این عالم یه نفر میتونه تحمل کنه من هی گناه کنم اونم تحمل کنه، اونم خودتی مولای من. فها انا ذا یا الهی بین یدی که یا سیدی خاضع ذلیل حسیر حقیر لا ذو براءة فاعتذر لا ذو براءة فاعتذر ولا ذو قوة فانتصر ولا حجة فاحتج بها ولا حجة فاحتج بها ولا قائل لم أجترح ولم أعمل سوءا وما أسى الجهود ولو جهدت يا مولاي ينفعني وكيف كيف وانا ذلك وجواري كلها شاهدة علي بما قد عملت وعلمت يقينا غير ذي شك أنك سائلي من أذائم الأمور وأن
انك الحكم العدل الذي لا تجور وعدلك مهلكي ومن كل عدلك مهربي فإن تعذبني يا إلهي فبذنوبي بعد حجتك ألبي وإن تعفو عني فبحلمك وجودك وكرمك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا سبحانك إني كنت من المستغفرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من المبهدين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الخائفين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الوجلين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الراجين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الراغبين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من المهللين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من السائلين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من المسبحين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من المكبرين لا إله إلا أنت سبحانك ربي ورب آبائي الأولين اللهم هذا ثنائي عليك ممجدا وإخلاصي لذكرك مبهدا وإقراري بلالائك مؤددا وإقراري بآلائك مؤددا وإن كنت مقرا أني لم أحسن لكثرتها وسبوقها وتظاهرها وتقادمها إلى حادث ما لم تزل تتعهدني به معها منذ خلقتني وبرأتني من أول العمر من الإغناء من الفقر وكشف الضر وتسويم اليسر ودفع العسر وتفريج الكرب والعافية في البدن والسلامة في دين ولو رفدني على قدر ذكر نعمتك جميع العالمين من الأولين والآخرين ما قدرت ولهم على ظالمك تقدست
وتعاليت من رب كريم عظيم رحيم لا تحزى آلاؤك ولا يبلغ ثنابك ولا تكافأ نعماؤك صلى على محمد وآل محمد وأتمم علينا يا نعم بك وأسعدنا بطاعتك سبحانك يا لا إله إلا اللهم إنك تجيب المضطر وتكشف السبب وتغيث المكروب وتشفى السقيم وتغني الفقير چه چیزای امروز داری از خدا طلب میکنی وتجبر الكذب وترحم الصغير وتعين الكبير وليس دونك ظهير ولا فوقك قدير وأنت العلي الكبير يا مطلق المكبل العزیر. خدا رحمت کنه سید مهدی قوامو، داشت رد میشد از کنار خیابون، دید یه آقای نشسته زار زار داره گریه میکنه. سید مهدی قوام از کنار این آقا راحت بگذره، نشست کنارش، گفت داداش چرا گریه میکنی؟ گفت دست رو دلم نزار، پاشو برو. اگه مشکلی داری برات حل میکنم، چرا اینقدر گریه میکنی؟ گفت من یخ فروشم، ظهر تابزونه، کسی یخامو نخرید، همش آب شد، سرمایم از دستم رفت، ورشکست شدم، دارم گریه میکنم. میگن سید مهدی کنارش نشست، بلند بلند شروع کرد گریه کردن. آقا من یخم آب شده، من ورشکست شدم، تو چرا اینقدر بلند بلند داری گریه میکنی؟ تو که گریه از من بلندتره، زجد از من بلندتره، چی گریه کردنیه؟ سید مهدی گفت منم عمرم تموم شد و کاری نکرده. منم سرمایه عمرم از دستم رفت، کاری نکرده. خدا من نمیدونم سال دیگه عرفه هستم یا نه. خیلی ها پارسال بودن، امسال جشون خالی. خدا سرمایم از دستم رفت، چی کار میخوای با من بکنی؟ اگه نمیخواستی نگام کنی چرا منو اینجا آوردی؟ روز عرفه کربلای ایران، اینا همه حکمت دیگه. گفتن یا رسول الله جوونه داره جون میده، هر کاری میکنیم از شهادت اینو جاری نمیکنه، زبونش نمیچرخه. بلند شد اومد یه نگاه به جوونه کرد، گفت جوون مادر داره؟ گفتن آره. گفت به مادرش بگید بیاد. مادره اومد، گفت جوونت نماز میخون؟ گفت یا رسول الله همه نمازاشو میخون. گفت روزه میگرفت؟ گفت یا رسول الله همه روزه هاشو گرفته، مسلمونه، پیرو شماست. گفت یه سوال ازت میکنم مادر، راستشو میگی؟ گفت یا رسول الله چیه؟ فرمود که مادر از دست بچت راضی بودی؟ گفت یا رسول الله نه، ازش راضی نیستم، خیلی منو اذیت کرده. پیغمبر فرمود مادر از بچت راضی شو، نمیتونه، داره بد جون میده. گفت یا رسول الله انقدر اذیتم کرده، راضی نمیشم. پیغمبر فرمود یه مقدار هیزم بیارید. هیزم آوردن، هیزما رو آتیش زد. مادره گفت میخوای چی کار کنی؟ پیغمبر فرمود میخوام جوونتو تو این آتیش بسوزونم.
گفت یا رسول الله درسته این جوون به من بد کرده، درسته ازش خیلی ناراحتم، درسته ازش راضی نیستم، اما راضیم نیستم تو آتیش بسوزونیش. من مادرم، چجور دلت میاد جلو مادر بچه‌مو تو آتیش بسوزونی؟ پیغمبر فرمود مادر راضی نمیشی تو این آتیش بسوزه، چجور راضی میشه تو آتیش قیامت بسوزه؟ پسرت گیر آتیشه، راضی شو. صدا زد یا رسول الله به خاطر تو از بچه‌م گذشتم، من میخوام یه جمله بگم، خدایا نکنه ما رو با اون آتیش از دنیا ببر، خدا بقی امام زمان از من راضی شو و جونم رو بگیر، تو از من راضی نشدی، تو گناهامو نبخشیدی، عمرمو تموم نکن. ای وای، به به، به خدای ناله های شما نشون میده هنوز خسته نشدید از دعا خوندن. چه خبره؟ یک ساعت و خورده‌ای پای دعا نشستید هنوز اینجوری دارید ناله میزنید. به به، یا رازق طفل صغیر، یا اسمت الخائف المزدجر، یا من لا شریک له ولا وزیر، صل علی محمد و آل محمد، و اتلی فی هذه الاشیت افضل ما اتیت و انلت احدا من عبادک من نعمت تولیها و آلاء تجددها و بلیت تزرفها و کربت تکشفها و دعوت تزمعها و حسنت تتقبلها و سیعت تتقمدها انک لطیف به ما تشا خبیر و علا کل شیء قدیر اللهم انک اقرب من دعیب و اسرع من اجاب و اکرم و من عفاب و اوسع من اعطا و اسمع من سهل یا رحمان الدنیا و الاخرت و رحیمهما بابا لیس کمثلک مسئول ولا سواک معمول دعوتک فاجبتنی و سألتک فآتیتنی و رغبت الیک فرحمتنی و وسقت بک فنجیتنی و فزعت الیک فکفیتنی اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ونبيك وعلى آله الطيبين الطاهرين أجمعين وتمم لنا نعمائك وهنئنا عطائك وكتبنا لك شاكرين ولآلائك ذاكرين آمين آمین رب العالمین اللهم یا من ملک فقدر و قدر فقهر و عسی فستر و استغفر فغفر یا غایت الطالبین الراغبین و منتها امل الراجبین یا من احاط بكل شيء علما ووسع المستقيلين رأفة ورحمة وحلما اللهم إنا نتوجه إليك في هذه الأشياء التي شرفتها وعظمتها بمحمد نبيك ورسولك وخيرتك من خلقك وأمينك على وحيك البشير النذير السراج المنير الذي أنعمت به على المسلمين وجعلته رحمة
رحمت للعالمین اللهم فصل علی محمد و آل محمد کما محمد اهل لذلک منک یا عظیم فصل علی و علی آل المنتجبین الطیبین الطاهرین اجمعین و تقمدنا بعفوك عنا فإليك عجت الأصفات بصنوف اللغات فاجعل لنا اللهم في هذه العشية نصيبا من كل خير تقسمه بين عبادك ونور تهدي به ورحمة تنشره وبركة تنزله وعافية تجلله ورزق تبسطه يا أرحم الراحمين اللهم اغلبنا في هذا الوقت منجحين مفلحين مبرورين غانمين ولا تجعلنا من القوم قانتين ولا تخلنا من رحمتك ولا تحرمنا ما نعمله من فضلك ولا تجعلنا من رحمتك محرومين امروز ما رو از اونایی قرار نده که از رحمت تو نامیدن و محروم ولا لفضل ما نعمله من عطاك قانتين ما امروز خیلی امید داریم خیلی گرفتار تو مجلس یکی میگه پسرم مریضه یکی میگه گرفتارم یا آقای دم در جلو یکی از رفقا رو گرفته گفته دعا کنید یکی به من گفت مادرم تو مجلس مریضه رو گرفتار زیاده ولا من باب کمت رو دین یا اجوده اجودی و اکرم الاکرمی الیک اقبلنا موقنین و لبیتک الحرام آمین قاسدین فانا علی مناسکنا و اکمل لنا حجنا و افعنا و آفنا فقد مددنا الیک ایدینا فهی بذلت الاعتراف موسوم اللهم فآتنا في هذه الأشياء ما سألناك وكفنا مستكفيناك فلا كافي لنا سواك ولا رب لنا غيرك نافذ فينا حكمك محيط بنا علمك عدل فينا قضاك اغزلنا الخير وجعلنا من اهل الخير آخر دعاست بذارید آخر دعام اینجوری بگم اشک چشمتون تموم نشه تا این عبارتهای آخر رو با هم بخونیم امروز روز شهادت حضرت مسلم علیه السلام هنوز یه 5-6 دقیقه از وقتمون مونده آی مردم خدا هیچ کیو غریب نکنه تو این عالم غریبی خیلی بده نمیدونم یکی از رفقا میگفت من نمیدونم چقدر اسم این آقازاده امروز میاد الله اکبر میگفت من گرفتار شدم تو جاده بنزینم تموم شد ماشینمو زدم کنار تاریک هوا جلو هر کیو گرفتم نایستاد گفتم خدا من توی بیابون با زن و بچه‌ام بمونم کاری نمیتونم بکنم یه دفعه یادم افتاد من بچه شیرخوارم تو ماشین بود قنداقه بچه‌مو گرفتم رو دستم نگه داشتم هر ماشینی میدید قنداقه بچه‌م رو دست منه همه میزدن کنار با من هنو حرف نزدم شما اینجوری دارید زجه میزنید که تو رو خدا گرفتارا خوب دل بدید گفت تا این صحنه رو من دیدم نشستم شروع کردم زار زار گریه کردن اومدن راننده ها کنارم گفتن آقا ماشینت خراب شده فدا سرت چرا گریه میکنی درستش میکنیم گفتم من برای ماشینم گریه نمیکنم
گفتن برای چی گریه میکنی؟ گفت شما یه قنداقه رو دست من دیدید، همه تون ایستادید، من قربون آقای غریبی برم، قنداقه علی اصغرش رو دستش گرفته بود، التماس میکرد، میگفت بابا مادرش چشم انتظاره. چی بگم من؟ غریبه. یه آقای غریب دیگرم بگم، یه آقای غریب دیگرم مثل دیشب کنار خانه توئه به دیوار تکیه داده بود، توئه در رو باز کرد، دید یه آقایی به دیوار خانهش تکیه زده، گفت آقا مگه خبر نداری حکومت نظامیه؟ یه نگاه کرد پیر زن، یه خورده آب برام بیار تشنمه. رفت یه ظرف آب براش آورد، گفت آقا آبو خوردی؟ برو، میترسم مامورا بگیرنت. گفت تو کجا برم؟ من غریبم، خونه ندارم. گفت آقا مگه شما کی هستی؟ فرمود من مسلمم. پناهش داد. وای خونه خونه ی توه، من کنیز حضرت زهرام. لا 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 لا، اینم یه آقای غریب دیگه. چی بگم دیگه؟ چی بگم؟ آخر جلسه است دیگه، هر چه بادا باد. بابا دستای مسلمو بستن تو کوچه های کوفه، طرف دارالاماره بردن. سادات مجلس منو ببخشید، من یه آقای غریب دیگم سراغ دارم، مدینه. دستای اون آقا رم بستن. جانم جانم جانم، لا اله الا الله. نمیدونم میتونم حرف بزنم یا نه، خریدار داره یا نه. مسلم و دستاشو بستن، غریبم بود، اما دیگه جلو چشمش به ناموسش جسارت نکردن. آی سیدا، آی عرف خونا، اما قربون اون آقای غریبی برم، دستاشو بستن. بذارید روزه رو باز نکنم، همین دو بیتی صدا نالتون بره مدینه. نخلی که شکسته ثمرش را نزلید، همه چون بلدید، میخوایم آتیش بگیری برای حضرت زهرا امشب. مرغی که زمین خورده پرش را نزلید. آی مردم، دیدید اگر که دست مردی بسته، سادات همراهی میکنید، دیدید اگر که دست مردی بسته، دیگر در خانه همسرش را بگو یا زهرا. دلم میخواد یه جوری بگی صداهای امروز تو تو ضبط صوت حضرت زهرا ضبط بشه، شب اول قبل برامون پخشش کنن. دست تو بیار بالا، بگو یا زهرا. اللهم اوجب لنا بجودك عظيم الاجر وكريم الذخر ودوام اليسر، واغفر لنا ذنوبنا اجمعين، ولا تهلكنا مع الهالكين، ولا تصرف عنا رأفتك ورحمتك يا ارحم الراحمين.
اللهم اجعلنا في هذا الوقت ممن سألك فأتيت وشكرك فزدت وثاب إليك فقبلت وتنسل إليك من ذنوبه كله فغفرته يا ذا الجلال يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفقنا وسددنا وعصمنا واقبل تضرعنا يا خير من صحب ويا أرحم من اضطرب يا من لا يخفى عليه إغماض الجفوب ولا لهذ العيوب ولا ما استقر في المكنوب ولا من طوت عليه مضمرات القلوب ألا كل ذلك قد أحصاه علمك وبسه حلمك سبحانك وتعاليت أما يقول الظالمون ألوا كبيرا تسبح لك السماوات السبع والأرضون ومن فيها وإن من شيء إلا يسبح بحمدك فلك الحمد والمجد وعلو الجد يا ذا الجلال والإكرام والفضل والإنام والأياد الجساب وأنت الجواد الكريم الرؤوف الرحيم اللهم أوسع علي من رزقك الهلابول وآفني في بدني وديني وآمن خوفي وأتغ رغبتي من النار اللهم ولا اللهم لا تمكر بي ولا تزدد رجني ولا تخدعني وادرى أني شر فسقت الجن والإنس يا أسماء الصامب يا أبصر الناظر ويا أسرى الحاسب هلا بقو ويا أرحم الراحم يا أرحم صلى على محمد وآل محمد السادة الميامين أسألك وأسألك اللهم حاجتي التي إن أتيتني هاب لم يضرني ما منعتني وإن منعتني هاب لم ينفعني ما أتيتني یه دونه حاجت خیلی عجیبه ابی عبدالله این همه حاجت تو دعا خواسته آخرش اینجوری میگه خدایا یه دونه حاجت ازت میخوام اگه این یه دونه حاجت رو بهم دادی همه ی حاجتهای دیگرم ندادی عیبی نداره اگه این یه دونه حاجتمو روا نکردی همه ی حاجتهای دیگرم روا کنی به دردم نمیخوره چیه و اسالک اللهم حاجتی التي إن أتيتني هاب لم يزرني ما منعتني وإن منعتني لم ينفعني ما أتيتني أسألك فكاك رغبتي من النار منو از آتیش جهنم نجاتم بده لا اله الا انت وحدك لا شريك لك لك الملك الملك ولك الحمد فأنت على كل شيء قدير يا رب
دعا تموم شد، هر کی میخواد پاشه بره بره. نمیدونم شما میشنوید، بعضی ها انگار سیر نشدن هنوز دارن گریه میکنن. خوش به حال اونایی که گرفتن و رفتن. یه جمله دیگه روزه بخونم. خودم خیلی لذت میبرم گریه شماها منو دیوونه میکنه. شاید سال دیگه نباشیم، بذار بگن خدا رحمتشون کنه چه دعایی با هم میخوندن. بذارید از یه آقایی بگم، همه منتظرن اسم این آقا رو بشنو. لا اله الا الله، لا اله الا الله. آخه نمیدونم چه جوری براتون روزشو بخونم. باب الهواج گرفتارای بیا. خیلی متشکر هستیم. طاعت و عبادت خالصانه شما قبول باشه. نمیدونم کجای کشورمون هستید، اگر در حرم باصفای آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام هستید، اگر در حرم بانوی کرامت هستید، اگر در کربلای معلا هستید، نجف اشرف هستید، آستان مقدس سیدالکریم علیه السلام هستید، هر گوشه که هستید و نجوای دلتون رو با خدا در میون گذاشتید، برای همه دعا بکنید. انشاءالله به واسطه دعایی که برای دیگران میکنید، خداوند دعای شما رو هم مستجاب بکنه و از خدا بخوایم که انشاءالله با غروب آفتاب عرفه همه گناهان ما هم غروب بکنه و خداوند عاقبت همه ما رو ختمه به خیر کنه. الهی آمین. ندیدم شهی در دلارایی تو، به قربان اخلاق مولایی تو. تو خورشیدی و ذره پرورترینی، فدای سجایای زهرایی تو. نداری به کویت ز من بی نواتر، ندیدم کریمی به تاهایی تو. نداری گدایی به رسوایی من، ندیدم نگاری به زیبایی تو. نداری مریضی به بدحالی من، ندیدم دمی چون مسیحایی تو. نداری غلامی به تنهایی من، ندیدم غریبی به تنهایی تو. نداری اسیری به شیدایی من، ندیدم کسی را به آقایی تو. امید غریبان تنها کجایی؟ چراغ سر قبر زهرا کجایی؟ تجلی طه، گل عشق مولا، دل آشفته داغ آن کوچه غم، گرفتار گودال خونی، دل افکار غمهای زینب، سیاه پوش قاصد، عزادار اکبر، گل باغ لیلا، پریشان دست علمگیر سقا، نفسهای سجا، نواهای باغ، دعاهای صادق، کس بی کسی های شبهای کاظم، حبیب رضا و انیس غریب، جواد الائمه، تمنای هادی، عزیز دل عسکری. پس نگارا بفرما کجایی؟ 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 یا صاحب الزمان، یک بار دیگه در غروب عرفه برای فرج تو دعا میکنیم. اینطور میگیم: ای آفتاب عرفه، لختی آرامتر، لختی آرامتر، میخواهم ثانیه های بیش با تو نجوا بکنم. ای غروب عرفه، سلام مرا، درود مرا به مسافر همیشه خود برسان، گل نرگس، یوسف زهرا، مهدی فاطمه،
و چشم براهی مرا به آن سوار سپیده بگو و بازگو کن. عرفه آمده، عرفه آمده، از یار خبر نیست چرا، چقدر ناله زنم، آه کجایی آقا. مولا جان رمضان که نشد و این عرفه هم نشد و پس قرار من و تو، پس قرار من و تو کی و کجا ای جانا. منتظرهات همه منتظر ماه حسین، انتظاری که گره خورده به این عاشورا. حاجیان در عرفاتند و ولی من اینجا بین این روزم و در حرم کربلا. عرفه آمده یعنی که محیا باشی تا که همراه شوید با غم و عشق زهرا. دوش دیدم که کسی در عرفاتم می گفت هر که دارد هوس کربلا بسم الله، هر که مجنون حسین است بگو برخیزد، هر که دیدار خدا خواست بیاید با ما. یک بار دیگه چشمانمون رو به ذریح گام های مهدی فاطمه گره میزنیم و یک صدا میگوییم، یک صدا و عاشقانه، اللهم عجل لولی کل فرج. التماس دعا، خدا نگهدار. اللهم عجل لولی کل